با نام یاد خدا با عرض سلام به خبرهای این ساعت خوش آمدید. در آغاز سر خط خبرها. لغو پرسش برانگیز سفر رئیس جمهور غنی به قطر. در این سفر یکی از هدف‌های مهم رئیس جمهور گفتگو درباره نقش دوحه در روند گفتگوهای صلح گفته شده است. رئیس جمهور تمرکزش سر موضوعات داخلی است برای فعلا و سلسله پلانای صد روزه که شروع شده باید دوام پیدا کنه. با می لحاظ سفر به تعویق افتاد. آمادگی تیم ملی فوتبال کشور برای یک رقابت دوستانه. تیم ملی فوتبال افغانستان در یک بازی دوستانه فردا در برابر لاوس به میدان می رود. دو بازی برای آمادگی بر تیم و تست کردن بچه ها که بچه ها تست شوند و ترنر هم 11 بازیکن اصلی خود پیدا بکنه این بسا تاثیر دارد. تلفات سنگین طالبان در حوزه غرب کشور. در دو ماه گذشته بیش از 400 هراس افغان در ولایت‌های غربی کشته شدند. تا فعلا حدود بیشتر از 400 نفر دشمن که دقیقاً این آمار است که ما اکثرا اجسادش در ساحه و منطقه باقی مانده بود و همچنان بیش از 350 نفر دشمن مجروح داشته. و شماره جان باختگان گرمی هوا در هند به بیش از 1400 تن. مشروع خبرها. منبعی که نمیخواهد نامش گرفته شود با تورو نیوز میگوید که سفر رئیس جمهور و شورای عالی صلح به قطر به علت نهایی نشدن تفاهمنامه تبادل اطلاعات استخباراتی با اسلام آباد ملغا شده است. در همین حال شورای عالی صلح میگوید که در این سفر یکی از هدفهای مهم رئیس جمهور گفتگو درباره نقش دوحه در روند گفتگوهای صلح بود. از سوی دیگر رئیس مجتمع جامعه مدنی میگوید که پس از سر و صداها درباره امضای تفاهمنامه تبادل اطلاعات با پاکستان احتمال دارد که اسلام آباد از طالبان خواسته باشد که در گفتگو با دولت افغانستان در قطر حاضر نشوند. قرار بود که رئیس جمهور به روز شنبه به قطر برود، اما حکومت افغانستان میگوید که رئیس جمهور به علت گرفتاری های داخلی این سفر را لغو کرد. قطر از ره گذر آوردن صلح در افغانستان به یک مکان شناخته شده در میان افغان ها مبدل شده است. سال هاست که نمایندگان حکومت و طالبان در این کشور به هدف کشانیدن دامنه صلح در افغانستان به اینجا رفت و آمد دارند. قرار بود این بار بلند پایه‌ترین فرد کشور رئیس جمهور غنی به قطر برود. سفری که انتظار می رفت تا بخش از کشیدگی ها و مشکلات در روند گفتگوهای صلح از میان برداشته شوند. یکی از موضوعات مهم و در صدر آجندای کاری در سفر به قطر ای بود و ای هست و خواهد بود که نقش دولت دوست و برادر قطر به ارتباط تقویت پروسه صلح و آشتی ملی ما باید جویا شویم. میگویند برای این سفر رئیس جمهور تمامی آمادگی ها گرفته شده بود و حتی برای این هیئت و خبرنگاران اقامتگاه نیز در نظر گرفته شده بود. اما به یک بارگی خبر ملغا شدن این سفر به گوش ها رسید. براستی علت این کار در چیست؟ آنچه خیلی مهم است که پاکستان به طالبا اجازه ندادن که به قطر برن و با دولت افغانستان مستقیما مذاکره بکنن. ای به این معناست که پاکستان هنوز اراده به خاطر ایجاد یک فضای صلح در افغانستان و همکاری با دولت افغانستان ندارد. اما دیدگاه ریاست جمهوری درباره ملغا شدن این سفر رئیس جمهور به قطر این گونه است. رئیس جمهور تمرکزش سر موضوعات داخلی است برای فعلا و سلسله پلانای صد روزه که شروع شده باید دوام پیدا کنه. با می لحاظ سفر به تعویق افتید. اما این تنها پاکستان و قطر نه، بل چین هم یک ضلع اصلی در مثلث روند گفتگوهای سال پنداشته می شود. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین در گفتگوی با سی سی تی وی از جنگ غرب در برابر هراس افغانی انتقاد می کند.
رهبران غرب همواره میگویند که این جنگ زیر نام جنگ در برابر هراس افغانی از 13 سال ادامه دارد. اما برایند آن کجاست؟ آیا ما مسئول شدیم؟ اگر واقعا جنگ با هراس افغانی باشد، باید در همکاری مشترک با کشورهای این منطقه به پیش برده شود. در این منطقه قدرت‌های بزرگی وجود دارند که توانایی نظامی و فناوری دارند. پس غرب باید بر این کشورها حساب کند و اگر این واقعا جنگ با هراس افغانی باشد، نمی‌توانیم بدون کمک این کشورها در آن پیروز be consented by the West, and if it is really a war on terror, we cannot defeat them without the countries of the region. چین از کشورهایی است که گپ‌های زیاد قابل شنیدن به اسلام آباد دارد. رئیس جمهور هم پس از عربستان و پاکستان در نخستین سفرهایش رفتن به چین را اولویت داد و از مقام‌های این کشور خواست تا بر اسلام آباد برای کمک به روند صلح در افغانستان فشار بیاورد. اما باورهای این هستند که تا هنوز هر گونه سیاست کابل اسلام آباد را برای کمک صادقانه به روند صلح قانع نساخته است. تیم ملی فوتبال افغانستان در یک بازی دوستانه فردا در برابر لاوس با میدان می رود. این دیدار به ساعت 4 عصر به وقت کابل به گونه زنده از تلویزیون های طلوع و لمر پخش می شود. ملی پوشان فوتبال کشور پس از دیدار با لاوس رهسپار بنگلادش پند شد و در یک دیدار دوستانه دیگر در برابر تیم ملی فوتبال بنگلادش سفارایی فن کرد. فدراسیون فوتبال کشور برای آماده ساختن بازیکنان ارزیابی و شناسایی 11 چهره برتر برای حضور قدرتمندانه در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه، اردوگاه‌های تمرین و دیدارهای دوستانه را با تیم‌های ملی لاوس و بنگلادش برگزار خواهد کرد. دو بازی برای آمادگی برای تیم و تست کردن بچه‌ها را که بچه‌ها تست شوند و ترنر هم 11 بازیکن اصلی خود پیدا بکنه، این بسیار تاثیرگذار است. ملی پوشان فوتبال کشور پس از برگزاری این دیدارهای دوستانه رهسپار تهران خواهد شد و پس از انجام یک هفته تمرینات فشرده در نخستین دیدارشان در رقابت‌های مقدماتی فوتبال جام جهانی 2018 میلادی روسیه میزبان سوریه خواهند بود. علی اسکر لالی کمک مربی تیم ملی فوتبال افغانستان از لاوس با ما هستند. آقای لالی سلام به شما. با توجه به آمادگی و تمرینات تیم ملی فوتبال افغانستان، بازی فردا را در برابر لاوس چگونه ارزیابی میکنین؟ نقاط قوت و ضعف تیم ملی فوتبال افغانستان بیشتر در کجاست و در مقابل تیم ملی فوتبال لاوس از چه قابلیت های برخوردار است؟ ما خوشحال هستم که فدراسیون فوتبال افغانستان توانست به خاطر از اینکه بچه‌ها آمادگی خوب داشته باشند برای مسابقه سوریه، زمینه اردوگاه ها و زمینه مسابقات تدارکاتی را بر ما فراهم ساخته تا ما بتانیم از یک طرف بچه‌ها را آماده بسازیم، از طرف دیگه مسابقات داشته باشیم که بچه‌ها بتانند تست شوند در مسابقات که به صورت خوب بشه ما آماده باشیم برای مسابقه با سوریه. ما هدف اصلی ما مسابقه سوریه است و دو مسابقه لاوس بنگلادش در راه آماده. بله آقای لالی بفرمایید، با توجه به اینکه تیم ملی فوتبال افغانستان آمادگی گرفته، تمرینات هم انجام داده، چند بازیکن از افغانایی که در خارج از افغانستان زندگی میکنند در ترکیب تیم ملی فوتبال افغانستان شامل هستند و با بازیکنانی که از کابل رفتند چقدر نوا با هم هماهنگی دارند؟ خب یکی از پرسش‌هایی که مطرح میشه این است که معمولا بازیکنانی که در خارج از افغانستان زندگی میکنند با بازیکنانی که از داخل رفتند، اینا با وقت بیشتر نیاز دارند تا با پای یکدیگر آشنا شوند و با موقعیت‌های یکدیگر آشنا شوند و با هماهنگی بیشتر نیاز دارند. ما با کمک فدراسیون فوتبال افغانستان یا با پیشبینی فدراسیون فوتبال افغانستان در دبی یک اردوگاه تمرین داشتیم و در بحرین هم یک اردوگاه تمرین داشتیم که بچه‌ها با هم آشنا هستن، تعداد از بچه‌ها تازه هستن در تیم آمدن و در بحرین ما وقت ازیره داشتیم که یک هماهنگی لازم به وجود بیاریم بین بازیکنان. در بازیکنان خارج و داخل کشور فکر میکنم در این چند روز با هم هماهنگ شدن، انشالله صبح بازی که ما با لاوس داریم نشان دهنده از این خواهد بود. چند بازیکن افغانانی که در خارج از افغانستان زندگی میکنند در ترکیب تیم ملی فوتبال افغانستان شامل هستند؟ مجموعا 18 بازیکن خارج از کشور از ممالک مختلف اروپایی و امریکا در بر تیم ملی دعوت شدن این بار.
بیشتر روی کدام بازیکنان حساب میکنین و در خط حمله چقدر بازیکنان افغانستان توانایی دارند، در خط میانی، در خط دفاع؟ اگر ترکیب تیم ملی فوتبال افغانستان یک بار تشریح بکنین. ما فکر میکنم که تیم ما قدرت تیم ما در امان با صورت نداریم که ما خب به خاطر کیفیت نچندان خوب تصویر ما از شما پوزش میخواییم و تشکری میکنیم از علی اسکر لالی کمک مربی تیم ملی فوتبال افغانستان از لاوس با ما بودن و ادامه خبرها است رو. در دو ماه گذشته بیش از 400 هراس‌افغان در حوزه غرب کشته شدند. فرمانده قلردوی 207 ظفر با بیان این مطلب میگد که هراس‌افغانان میخواستند با حمله های گروهیشان اداره بخشای از حوزه غرب را به دست گیرند، اما در رویارویی با نیروهای امنیتی شکست خوردند. فهمی افزاید که بیشترین تلفات را طالبان در ولایت های فرا و غور دیدند. همزمان با اوج گرفتن حمله های بهاری طالبان در بخشهای از کشور، این گروه چندین عملیات گسترده را در ولایت های فرا، غور، بادغیس و هرات آغاز کردند، اما با واکنش های تند نیروهای امنیتی روبرو شدند. فرمانده قلردوی 207 ظفر میگوید که طالبان قصد داشتند بخشهای از این حوزه را به ادارهشان درآورند و شارای هرات کندهار را بروی ترافیک ببندند، اما این حمله ها با آتش نیروهای زمینی و هوایی پلیس و اردوی ملی پاسخ داده شدند و تلفات طالبان در این دو ماه در حوزه غرب بی پیشینه بوده است. تا فعلا حدود بیشتر از 400 نفر دشمن که دقیقا این آمار است که ما اکثرا اجسادش در ساحه و منطقه باقی مانده بود و همچنان بیش از 350 نفر دشمن مجروح داشته و بیش از حدود 90 هراده و سایت مختلف نو به دست آمده. این فرمانده ارتش میگوید که بیشترین تلفات بر طالبان در ولایت های فرا و غور وارد شدند و بیشترین نقش را در این عملیات ها نیروهای هوایی اردوی ملی داشتند. در همین حال فرمانده پلیس هرات میگوید که در این دو ماه طالبان 45 بار به بخشهای از این ولایت حمله کردند و تلاش نمودند اداره ولسوالی شیندند را به دست گیرند، اما هراس افغانان پس از کشته شدن چندین عضوشان عقب زده شدند. 45 حمله دشمن از طرف ارگانهای امنیتی شما در داخل ولایت هرات در ولسوالیش دفتر شده، یعنی دشمن حمله کرده دفتر شده و فضل خدا کدام قریه یا کدام پوستی ما را نگرفته. در یک حمله گروهی طالبان بیش از 200 پلیس مرزی را در منطقه موریچاق ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس 6 روز در محاصره درآوردند. اما فرمانده این نیروها در حوزه غرب میگوید که این عملیات طالبان نیز با شکست سخت روبرو شد و این گروه با کشته شدن چندین فرمانده محلیشان عقب زده شدند. از ولسوالی های بادغیس و ولایت های اطراف بادغیس جمع شده بودند و در این عملات شکست خوردند که حدوداً 55 نفر از دشمن در این سایه به ضربات هوایی کماندو و پلیس سرحدی کشته شدند و زخمی شدند، که از جمله 22 نفر کشته شد و 33 نفر زخمی، که در بین کشته شده های از وا قماندانان سرشناسشان به نام مولا عبدالخالق هم در این جمله بود و دیگر افرادشان کشته شدند. در این حمله های طالبان نیروهای امنیتی نیز تلفات داشتند. چندین سرباز پلیس و اردوی ملی در این عملیات ها به ویژه در فراه جان باختند و نیز طالبان اداره ولسوالی جوند ولایت بادغیس را 3 روز در اختیار داشتند و همه دار و ندار نهادهای دولتی این ولسوالی را با خود بردند. در همین حال در یک ماه اخیر در ولایت بغلان نزدیک به 100 طالب کشته شدند و 80 تن دیگرشان زخم برداشتند. مقام های محلی ولایت بغلان میگن که این طالبان در درگیری های جداگانه در شهر پلخمری و ولسوالی های این ولایت کشته و زخمی شدند. قلردوی 209 شاهین میگد که در این درگیری ها 3 نظامی افغان نیز جان باختند و 9 تن دیگرشان زخم برداشتند.
ولایت بغلان نیز هم مانند ولایت‌های دیگر در یک ماه اخیر گواهی حمله‌های طالبان بوده است. مقام‌های امنیتی ولایت بغلان می‌گویند که در این درگیری‌های یک ماهه تلفات زیادی به طالبان وارد شده است. فرمانده قطعات ویژه وزارت امور داخله می‌گوید که در این درگیری‌ها نزدیک به 100 طالب کشته شدند و 80 طالب دیگر زخم برداشتند و 36 تن دیگرشان گرفتار شدند. عمره ولسوالی که مرکز در شهر دی بغلان مرکزی ولسوالی که در دند بوری ولسوالی که عملیات میکلی غایبه میشت که اون جمله یو سلو درود سلویش کلی دشمن در خسی پکوارو زخه ازادی کلی دی او هل تز مور ورنوال تا زمینه در شهر جون برابر سردی انشاءالله. در این درگیری ها بخش های از ولایت بغلان از وجود حراس افغانان پاکسازی شده است. نیروهای امنیتی متاسفانه در جریان جنگ است، جنگ زد و خود داره، ماتعداد از سربازای خود، افسرهای خود هم در جریان این جنگ از دست دادیم که 3 نفر از نیروهای امنیتی ما شهید شده و تعداد 9 نفر زخمیش البته سطحی است. انشاءالله در بغلان مرکزی امنیت خوب است، مشکل جدی در بغلان مرکزی وجود ندارد، شهر پلخمری هم هیچ مشکل امنیتی فعلا وجود ندارد. در این حال سرپرست ولایت بغلان از افزایش فعالیت های طالبان در این اواخر در این ولایت سخن می زند. آقای عبادی به طالبان هشدار می دهد که اگر به روند صلح یک جا نشوند با پاسخ های دندان شکن نیروهای امنیتی روبرو خواهند شد. آشق‌الله وفا یکی از نمایندگان بغلان در مجلس نمایندگان مدیر مسئول تلویزیون خصوصی تنویر را به مرگ تهدید کرده است. این نماینده پارلمان دو شب پیش در یک تماس تلفنی با شیر محمد جهش مدیر مسئول تلویزیون تنویر به پوشش خبری این رسانه از رویدادهای بغلان اعتراض کرد و گفت روز شنبه از کابل به پلخمری خواهد آمد و وی را مجازات خواهد کرد. آقای وفا به جهش هشدار داده است که این رسانه دیگر حق ندارد که قضیه برکناری جنرال امین‌الله مرخیل فرمانده پیشین این ولایت را پوشش دهد. درباره این رویداد نتوانستیم نظر آشق‌الله وفا را به دست آوریم. رولا غنی نخست بانوی کشور هیچ دلبستگی به سیاست ندارد. همسر رئیس جمهور غنی میگوید که ظاهر شدنش در مناسبت‌های گوناگون سیاسی نیست، بل با این کار می‌خواهد به جهان نشان دهد که بانوان افغانستان نه از رهگذر ناتوانیشان بل از بحر شجاعتشان باید شناخته شوند. وی با آینده بانوان افغانستان خوشبین است و میگوید زمان فرا خواهد رسید که صدای بانوان افغانستان به گونه رسا خواهد شد. رولا غنی نخستین بانوی مسیحی یک رئیس جمهور در افغانستان. وی با شکستن فرهنگ های ناپسند در جامعه که زنان از ره گذر فرهنگی در پشت درهای خانه نگه داشته می شوند، از مبارزه در برابر خشونت ها و حاکمیت قانون سخن می گوید. بانو غنی با رئیس جمهور شدن اشرف غنی حرکت هایی را برا انداخته است که بیشتر نخست بانوان کشورهای مردم سالار برا انداخته اند. من سیاست نمی کنم و هنگامی که شما سیاست می کنید، هنگامی که شما می روید و در برابر یک دسته بزرگی از مردم سخن می زنید، این سیاست کردن نیست. من دلبسته سیاست نیستم. من دلبسته کمک به مردمان هستم که برای رسیدگی به مشکلاتشان نزد من می آیند. اما ظاهر شدن رولا غنی در جامعه و فعالیت وی به حیث همسر رئیس جمهور در چند دهه پسین بی پیشینه بوده است. رولا غنی می گوید که از تمامی زنانی که برای بهبود زندگیشان می کوشند پشتیبانی می کند. یکی از نقش های من این است که به جهان بگویم که زنان افغانستان بسیار نیرومند هستند. آنان در واقعیت در شرایط بسیار چالش انگیز زندگی می کنند، اما از خودشان بسیار انعطاف پذیری و از خود گذری نشان می دهند و از بحر این ویژگی ها شناخته شوند، نه از بحر ناتوانی ادعا شده. رولا غنی 59 سال پیش در شهر بیروت پایتخت لبنان زاده شد. وی در دانشگاه با اشرف غنی از افغانستان آشنا گردید و با وی ازدواج کرد و 30 سال پیش به ایالات متحده آمریکا رفتند. این زوج یک دختر به نام مریم و پسر به نام طارق دارد. تا لحظات دیگر، امیدواری ایران بر توافق نهایی هسته‌ای.
ادامه خبرها. وزیر خارجه ایران امیدوار است تا تهران و شش قدرت بزرگ جهان بتوانند تا 30 ماه جون به یک توافق نهایی هسته‌ای دست یابند. محمد جواد ظریف میگوید که اگر به توافق لوزان حرمت گذاشته شود و بر بنیاد احترام متقابل پیشنویس یک توافقنامه جامع تدوین گردد، طرفهای گفتگو کننده می توانند در یک مدت زمان مناسب به یک توافق نهایی هسته‌ای برسند. وزیر خارجه ایران که به یونان رفته است میگوید که ایران و شش قدرت بزرگ جهان می توانند پیش از مهلت تعیین شده به یک توافق نهایی هسته‌ای برسند. محمد جواد ظریف که به روز پنجشنبه در یک نشست خبری با وزیر خارجه یونان در شهر آتن سخن می گفت، هشدار می دهد که فزونخواهی ها و یا اصرار بر گفتگوهای مجدد این روند را دشوار خواهد کرد. I believe that if the other side من باور دارم که اگر طرف دیگر به توافق لوزان حرمت بگذارد و بر بنیاد احترام متقابل پیشنویس یک توافقنامه جامع را که پایدار است با ایران تدوین کند، آن زمان می توان در مهلت پیش بینی شده هر کاری را انجام داد. اما اگر آنان بر فزونخواهی ها و یا گفتگوهای مجدد با فشاری کنند، حتی بدون مهلت نیز نمی توان انتظار داشت که به توافق دست خواهیم یافت. وزیر خارجه ایران میگوید که برای دستیابی به یک توافق نهایی گروه 5 به اضافه یک باید واقع بین باشد. من امیدوارم که گفتگوهای هسته‌ای در یک مدت زمان مناسب به نتیجه نهایی برسد. به باور من برای این کار باید واقعی بین بود، نه در وهم. شرایط توافق لوزان بسیار روشن هستند و من انتظار دارم تا طرفهای دیگر این گفتگوها از فزونخواهی ها خودداری کنند. ایران و ایالات متحده آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان 2 ماه پیش در شهر لوزان سوئیس روی چهارچوب یک توافقنامه نهایی هسته‌ای به توافق رسیدند و طرف‌های گفتگو کننده تنها یک ماه دیگر مهلت دارند تا این توافق را نهایی سازند. توافقی که اگر نهایی شود برنامه هسته‌ای ایران را حداقل برای 10 سال متوقف خواهد ساخت و تحریم‌های غرب بر تهران نیز به تدریج برداشته خواهند شد. شمار جان باختگان گرم شدن بیش از اندازه هوا در هند به 1412 تن رسیده است. مقام های هندی میگن که افراد در یک ماه اخیر در بخش های جنوبی و شمالی این کشور جانهایشان را از دست دادند. گفته می شود که درجه حرارت در برخی از بخش های هند نزدیک به 50 درجه سانتیگراد رسیده است. بیشتر این جان باختگان کهنسالان و ناداران بودند. تا لحظات دیگر، تأکید وزارت مخابرات بر افزایش ظرفیت شبکه فایبر نوری. ادامه خبرها. در 100 روز نخست کار وزارت مخابرات ظرفیت شبکه فایبر نوری تا 4 برابر افزایش داده خواهد شد. وزیر مخابرات و فناوری اطلاعاتی میگوید که در برنامه 100 روز نخست این وزارت تلاش می شود تا شماره از دانشگاه ها و مکتب های کشور از راه شبکه فایبر نوری به دانشگاه ها و مکتب های معتبر جهان پیوند داده شوند. گسترش خدمات حکومت دوری برقی، آوردن بهبود در خدمات اینترنتی و مخابراتی در کشور، افزایش درآمدهای وزارت مخابرات و تشویق سرمایه گذاری ها در این بخش، گسترش خدمات در عرصه ویدیو کنفرانس ها، در نهادهای دولتی و زمینه سازی خدمات آموزش از راه دور، در شماره از مکتب ها و دانشگاه های کشور، از برنامه های 100 روز نخست کار وزارت مخابرات و فناوری اطلاعاتی هستند. وقتی که ما میتونیم سیستم های ویدیو کنفرانس داشته باشیم، وقتی ما میتونیم که شاگردا و محصلین خود اونا را دسترسی برشان بتیم که اونا با مراکز علمی جهان ارتباط داشته باشند و همچنان با کتابخانه های مجهزی که در از طریق اینترنت قابل دسترسی هست. در امینان مسئولان این وزارت میگویند که در 100 روز نخست کاری این وزارت تلاش می شود تا در کیفیت و سرعت خدمات اینترنتی از راه فایبر نوری بهبود به میان آورند. طول شبکه دی فایبر نوری
د افغانستان هر ګډ تس رسیدلې دغه موجوده دا به ټول په یو شکل ظرفیت سه 10 گیګ مونږ ورته یو یو لیمډا ورته وایو یا په ساده به زه اس ټیم څلور شپته ضرب دی یو سل 55 سم بکیږي په دې به واوري نو بیا به مونږه کچیرته په دې تورخم په لار کې یا دې خو دې تورخم یا اخر تورخم قطعی نو مونږ به وکړی سو ټوله شبکه د ظرفیت راوړو په بل لار منسري کوټیل طریقه او د انټرنیټ او دغه شبکې کارونکو به د احساس نه کوي چې دوی شبکه قطع ده. درمینال وزیر مخابرات میگوید که تلاش می شود برای حل مشکلات مشترکان شرکت های مخابراتی مراکز اطلاعات و دسترسی مردم را به هزینه های خدمات ایجاد کند که با این کار از دست برد به هزینه های مخابراتی و اینترنتی از سوی شرکت ها جلوگیری خواهند شد. از توجهتان به خبرهای این ساعت تشکر میکنیم. شب بخیر. خدا نگهدار.